کاروان‌های بسیاری از زائران اهل بیت اسمت و تهارت علیه از کشور عراق وارد شهرهای مقدس قوم و مشهد شدند. گفتنیست این زائران با پای پیاده از استانهای خود به راه افتادند تا شرف زیارت حرم امام رضا علیه السلام و خواهرشان حضرت فاطمه معصوم سلام الله علیها را داشته باشند. در همین راستا کمیته بین المللی هیئت و موکب حسینی وابسته به دفتر آیت الله صادق حسینی شیرازی از ورود تعدادی از کاروانهای عراقی خبر داد که مورد استقبال اعضای هیئت قرار گرفتند به گفته کمیته بین المللی ها و موکب‌های حسینی زائران عزیزی که با پای پیاده به حرمهای شریف مشرف شدند در برنامه سفر خود حضور در بیت شریف مرجعیت شیعه آیت الله العظمی صادق حسینی شیرازی و دیدار با ایشان را خواهند داشت علمای شیعه در پاکستان برنامه درسی جدید آموزشی را به دلیل محتوای تحریک آمیز آن نسبت به پیروان اهل بیت علیهم السلام قاطعانه رد کردند. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از رسانه های محلی جمعی از علمای شیعه جلسه‌ای برگزار کردند و در آن به دلیل داشتن اطلاعات نادرست مفاهیم تحریک آمیز علیه پیروان مذهب تشیع و مخالفت قاطع خود را از پذیرش برنامه درسی واحد ملی اعلام کردند. علمای شیعه طی جلسه ای که برگزار کردند محتوای آموزشی این طرح را مقایر با آموزه های تشیع و دانسته و اظهار داشتند این محتوا شامل دروغ پردازی ها و احادیث ساختگی برای کودکان است تا ذهن آنها را در مدارس به چالش بکشند از همین رو علمای شیعه خواستار ایجاد یک برنامه درسی واحد اسلامی و مورد قبول همه مکاتب دینی که سیره واقعی اهل بیت علیهم السلام در آن گنجانده شده باشد شدند. بر اساس تحقیقاتی که نتای جهان به تازگی منتشر شده است بیش از چهل درصد از مردان مسلمان در زندگی روزمره خود در آلمان نجات پرستی را تجربه می کنند. به گزارش خبرگزاری اخبارشی به نقل از آناتولی مسلمانان اغلب در ادارات دولتی و در مواجهه با مقامات از جمله پلیس تبعیض را تجربه می کنند. بر اساس گزارش منتشر شده توسط مرکز تحقیقات ادغام و مهاجرت آلمان دزیم در برلین حدود 41.2 41 درصد از مردان مسلمان تحت تاثیر نجات پرستی قرار دارند اعتلاف علیه اسلام حراسی و نفرت ضد مسلمانان مستقر در برلین نیست هفته گذشته نسبت به افزایش نجات پرستی ضد مسلمان در بحبوع تشدید درگیری اسرائیل و فلسطین در غزه هشدار داد این ائتلاف خواستار اقدامات گسترده برای مبارزه با نجات پرستی ضد مسلمانان و محافظت از افراد آسیب دیده شد. پاک کردن و از بین بردن معماری های اسلامی در مساجد و مراکز اسلامی که از آن به سینیک کردن یاد می شود در شهرهای مختلف چین به وفور دیده می شود در همین راستا اخیرا ورودی تاریخی مدرسه مسلمانان شهر پکن تخریب شده است این مدرسه که به عنوان برترین موسسه آموزشی در کشور برای مسلمانان در نظر گرفته شده است با ورودی تاریخی خود با اشکال متمایز عربی و تزئینات سبز اسلامی به عنوان شاهدی بسری از حضور مسلمانان در پکن بود اکنون اما اشکال اکنون اما اشکال هست شده و رنگ سبز را نیز از بین بردن و برخی شنیده ها حاکی از آن است که به زودی قسمت های داخلی مدرسه نیز سینیک یا همان پاکسازی از نشانه های اسلامی خواهد شد دبیرخانه عتبات عالیات و مزارهای شیعه در عراق از ادامه کار توسعه حرم فرزندان حضرت مسلم ابن عقیل علیه السلام در منطقه المسیب استان بابل خبر داد بنابر گفته این دبیرخانه کار بر روی تعدادی از پروژه های خدماتی و مهم که در ارائه خدمات بهتر به زائرین محترم است همچون راه اندازی بخش سلامت و پزشکی سالن اجتماعات برای ادای امور مذهبی و قسمت شرقی حرم ادامه دارد شاین ذکر از حرم فرزندان حضرت مسلم علیه السلام یکی از زیارتگاه های مهم شیعیان است که شاهد حضور تعداد زیاد زائران به ویژه در سالگرد شهادتشان می باشد. پارلمان عراق از ترکیه خواست تا برای مقابله با بحران خوش سالی که های بسیار چشمگیری بر بخش کشاورزی و دامداری عراق داشته است، میزان آب رها شده در دجله و فرات را افزایش دهد. المندلاوی معاون اول شورای نمایندگان عراق در دیدار با علی کنای سفیر ترکیه در عراق از آنکارا خواست تا برای مقابله با بحران خوشسالی که خسارات بسیار مهم بر بخش کشاورزی و دامداری در عراق داشته است میزان آب را افزایش داد. و همچنین خواستار تسهیل مراحل صدور روادید بین دو کشور و فعالسازی همکاری های اطلاعاتی برای تأمین امنیت مرزها و تعقیب و کنترل گروه های تروریستی شد. بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر در سوریه امروز چهارشنبه در نتیجه حملات همزمان گروه سنی های تندروی داعش در صحرای سوریه سی نفر از نیروهای ارتش سوریه کشته شدند. همچنین دیدبان حقوق بشر اظهار داشت در نتیجه حملات همزمان سنی های تندروی داعش در سهرگاه امروز چهارشنبه به ایستهای بازرسی و نقاط نظامی در رسافه سی تن سرباز و 26 و تن از نیروهای دفاع ملی سوریه کشته شدند. لازم به ذکر است که سنی های تند روی داعش پس از تسلط بر مناطق وسیع در سوریه و عراق در سال 2014 متحمل شکست های پی در پی در این دو کشور شدند تا اینکه در سال 2019 از تمامی مناطق تحت کنترل خود خارج شدند. احزاب سیاسی، تشکلات مدنی و گروه های مسلح سودانی دستیابی ارتش و نیروهای واکنش سریع به توافقی درباره مسائل بشر دوستانه را گام مثبتی در مذاکرات جد دانستند و خواستار تسریع در دستیابی به توافق آتش شدند. شاین ذکر است به رغم اینکه ارتش و نیروهای واکنش سریع بارها توافق, نامه آتش پس را امضا کردند اما هیچ کدام بدان پایبند نبودند و بر حذف طرف مقابل از طریق نظامی اصرار دارند با وجود این در گفتار و موضعگیری سیاسی خود را طرفدار حل و فصل بحران سودان از طریق سیاسی نشان می دهند چند هفته قبل بود که هیئت نمایندگی ارتش و نیروهای واکنش سریع سودان به دعوت عربستان و آمریکا به جده رفتن و مذاکرات خود را از سر گرفتند در این نشست دو طرف درباره مسائل انسانی مسئول بودن شهروندان از حملات نظامی دستیابی غیر نظامیان به کمکهای بشردوستانه به توافق رسیدند اداره هماهنگ کننده کمک های بشر سازمان ملل متحد اوچا می گوید که دست کم 60 درصد از افغانستانی های اخراج شده از پاکستان را کودکان تشکیل میدهند. این نهاد گفته که پناهجویان بازگشته از پاکستان در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند و به شدت نیازمند دریافت کمک های فوری هستند. این نهاد بین المللی وضعیت کودکان پناهجو را ناامید کننده خانده است. در همین حال کمیته بین نجات IRC گفته است که با گذشت هر روز به شمار افغان اخراج شده در گذرگاه تورخم و چمن افزوده می شود.